عناوین اصلی اسرائیل کشور شمالی ایران را به تصرف درآورد نگرانی رسانه ایران از برافراشته شدن پرچم اسرائیل در آذربایجان جنگنده های ناشناس بار دیگر شبه نظامیان ایران در سوریه را هدف قرار دادند و هیولای دریای خزر سر برکشید. به کیوسک امشب خوش آمدید. درود بر شما همراهان فهیم کانال خبری کیوسک در بسته خبری امشب سه موضوع منتخب رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم اما لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب در کانال ما مشترک بشید ویدیو رو لایک کنید و در انتها هم اگر مایل بودید دیدگاهتون رو در کامنت ها برای ما بگذارید این کار شما کمک میکنه که این ویدیو در دسترس افراد بیشتری قرار بگیره سپاسگزارم به دنبال بازپسگیری قرباق توسط نیروهای جمهوری آذربایجان در پی جنگی خونین در این منطقه نظر به روابط مستحکم بین باکو و تلاویو برخی از شهروندان آذربایجانی با شرکت در مراسم شادی پرچم اسرائیل را برافراشتند. باشگاه خبرنگاران جوان یکی از رسانه های خبری وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و زیر مجموعه های معاونت سیاسی این سازمان در واکنش به این اقدام با پخش ویدئویی که نشان می دهد در چند مراسم شادی در جمهوری آذربایجان پرچم اسرائیل برافراشته شده نوشت آیا ایران با اسرائیل هم مرز شده؟ این همه پرچم اسرائیل در باکو چگونه تولید و توزیع می شود؟ چه شبکه ای این پرچم را بین مردم توضیح می کند؟ آیا مردم باکو هر کدام در خانه یک پرچم اسرائیل دارند یا این یک شبکه توضیع گسترده است؟ این شبکه توضیع چه کسانی هستند؟ این در حالی است که جمهوری آذربایجان یکی از مهمترین مشتریان اسلحه از اسرائیل و در مقابل تمین کننده 40 درصد از نفت مورد نیاز این کشور است. جمهوری آذربایجان و اسرائیل مناسبات بسیار نزدیکی دارند که بر منافع دو کشور در زمینه های اقتصادی، تسلیحاتی و امنیتی استوار است. با توجه به اینکه آذربایجان حدود 60 درصد از تسلیحات مورد نیاز خود را از اسرائیل وارد می‌کند، ارمنستان اخیراً در گرماگرم جنگ قره به ارسال اسلحه از سوی تل‌آویو به شدت اعتراض کرد. اما این اعتراض همچنان بی‌پاسخ مانده است. به گزارش دویچه وله یکی از مشاوران رئیس جمهور آذربایجان در مصاحبه با وبسایت اسرائیلی والا به کارگیری پهپادهای اسرائیلی در درگیری های قرباق را تصدیق کرده است هواپیمای بدون سرنشین هاروب می حامل جنگ تهاجمی بوده و به سرعت هدف خود را مورد حمله قرار دهد این پهپادها تولید شرکت آی, ای, آی هستند که مقر آن در یکی از قسمت های محافظت شده فرودگاه بنگوریان قرار دارد اسرائیل علاوه بر هواپیماهای بدون سرنشین ظاهرا موشکهای بالستیک و سیستم رادار نیز در اختیار باکو قرار میدهد بر اساس این گزارش روزنامه نگاران اسرائیلی در هفته های گذشته بارها از پرواز هواپیماهای باری به باکو با استفاده از پایگاه هوای نقب خبر دادند وزارت دفاع اسرائیل اما هیچ پاسخی به پرسش های مربوط به محموله این هواپیماها نداده است به این قرار مشخص نیست که آیا تلاویو در منازعه جدید ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان به صادرات سلاح ادامه میدهد یا خیر دویچواله به نقل از پیتر وزمان همکار انستیتو تحقیقات صلح استوکهلم سیپری نوشت که 60 درصد تسلیحات و تجهیزات وارداتی آذربایجان به اسرائیل تعلق دارد اینها سلاحهای فوق پیشرفته با برد بسیار زیاد هستند جمهوری آذربایجان علاوه بر اسرائیل از روسیه نیز سلاح دریافت می کند. روسیه به ارمنستان هم تسلیحات می دهد و این جنگ افزارها خطر گسترش جنگ را تشدید می کنند. رابطه میان این دو کشور به اینجا محدود نمی شود. در پایان آوریل 2018 بنیامین نتانیاهو طی سفرش به واشنگتن از به سرقت بردن اسناد طبقه بندی شده ی هسته ی ایران پرده برداشت که همزمان منابع رسانه‌ای در گزارش‌های بارها نام جمهوری آذربایجان را در این زمان تکرار کردند در این راستا روزنامه کویتی الجریده در گزارشی در این باره نوشت که اسناد محرمانه مزبور ابتدا به جمهوری آذربایجان و سپس به اسرائیل منتقل شده است الجریده همچنان یادآور شد که اسناد استخراج شده از هومه تهران به وسیله دو وانت بار از دو مسیر مختلف به سوی مرز ایران و جمهوری آذربایجان برده شد و دو مامور موساد آنها را تا مرز آذربایجان همراهی کردند و محموله ها به ماموران امنیتی منتظر در آن سوی مرز تحویل داده شد. الجریده البته مدعی شده است که مقامات باکو اطلاعی از این عملیات نداشتند که با توجه به روابط نزدیک باکو و تلاویو بعید به نظر می رسد. پس از آنکه گزارش جریده در روزنامه اسرائیلی جروزالم پست نیز منتشر شد، جمهوری آذربایجان واکنش رسمی نشان داد و در آن تاریخ حکمت حاجیوف سخنگوی جمهوری آذربایجان به خبرگزاری آزرتاج در باکو گفت که دولت این کشور ادعای برخی مطبوعات در مورد انتقال اسناد محرمانه هسته ایران از خاک آذربایجان را به طور جدی بررسی کرده و این ادعا را تکذیب می‌کند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع پیشین و رئیس حزب ملیگرای افراطی اسرائیل خانه ما است پیشتر در سال 2012 طی اظهاراتی گفته بود آذربایجان برای اسرائیل از فرانسه هم مهمتر است لذا با شناخت عمق روابط باکو و تلاویو به ویژه در زمینه تسلیحاتی برافراشتن پرچم اسرائیل در مراسم جشن و سرور به مناسبت موفقیت‌های نظامی اخیر آذربایجان در قرهباغ چندان شگفت‌آور نیست دیدهبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه دوازدهم نوامبر بار دیگر از بمباران شدید شبه ایران در سوریه خبر داد. طبق گزارش این نهاد حقوق بشری سوری جنگنده های ناشناس صحرای معدان عتیق در حومه جنوبی شرقی استان رقی سوریه مکان حضور شبه وابسته به ایران که اغلب آنها دارای تابعیت های سوری و غیر سوری و همچنین مواضع داعش را هدف حملات خود قرار دادند. هنوز گزارشی در مورد تلفات این نیروها در پی این حملات هوایی در دست نیست. ماه گذشته نیز چندین حمله هوایی احتمالاً سوی اسرائیل، گروههای وابسته به حزب لبنان و ایران مستقر در روستای الهوریه در حومه شمالی قنیتره را هدف قرار دادند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه جنگنده های اسرائیلی در 14 سپتامبر گذشته مواضع شبه نظامیان ایران متمرکز در منطقه سلاسات در جنوب شهر بوکمال در نزدیکی مرز سوریه و عراق و در حومه شرقی دیروزور را هدف قرار دادند که در نتیجه ده عنصر از تابعیت های غیر سوری کشته شدند. بالگرد های اسرائیل نیز در جوان گذشته سه موزه در قنیتره در جنوب غربی سوریه را با راکت های ضد تانک هدف قرار دادند گفتنی است که اسرائیل ظرف سالهای اخیر بر میزان حملات هوایی خود در سوریه افزوده و مواضع ارتش رژیم اسد و اهدافی مرتبط با ایران و حزب الله لبنان را هدف قرار داده است دولت اسرائیل به ندرت مسئولیت اجرای چنین حملاتی را بر عهده میگیرد اما تاکید دارد که به مقابله با آنچه که تلاش های ایران برای تحکیم حضور نظامی خود در لبنان و ارسال سلاح های پیشرفته برای حزب الله لبنان مینامد ادامه خواهد داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز چندین بار تاکید کرده است که کشورش وارد آوردن ضربه های پیش دستانه به ایران برای ممانعت از حضور آن در نزدیکی مرزهای شمالی اسرائیل را نامحتمل نمی داند که اشاره وی به سوریه به ویژه بلندی های جولان یا چه بسا جنوب لبنان است. در گزارش اطلاعاتی اسرائیل که در شبکه ی فوکس نیوز در نیمه سپتامبر گذشته نشر شد آمده است که شماره حملات هوایی اسرائیل علیه نیروهای ایران و شبه نظامیان وابسته به آن در سوریه به دویست مورد رسیده که بیشتر این حملات علیه حزب الله و عناصر آن بوده است یک هواپیمای آبنشین قولپیکر یادگاری از دوران جنگ سرد از آبهای دریای خزر بیرون کشیده شد. این هواپیما قرار است جاذبه توریستی شود. ماموران سازمان سیا در دهه 60 به عکس‌های هوایی این حیولا دست یافته بودند میانه دهه 60 قرن بیستم، ماموران سازمان اطلاعات برون مرزی ایالات متحده سیا هنگام بررسی هواپیماهای جاسوسی از فراز دریای خزر با پدیده برخورد کردند که از ماهیت آن هیچ اطلاعی نداشتند. یک هواپیمای آبنشین قولپیکر ناشناخته از نوع آروپلان ها. این هواپیما در نوع خود بینظیر بود و ماموران سازمان سیا آن را هیولای دریای خزر نامیدند این هیولا در واقع یک هواپیمای آبنشین کلاسیک نبود بلکه چیزی بود میان یک جت قولپیکر و یک کشتی که روزها آنها را آروپلان میخواند نشریه اتریشی استاندارد روز سهشنبه 11 نوامبر برابر با 21 آبان در گزارشی به ماجرا و تاریخچه این آروپلان غیر معمول و سرنوشت امروز این فروند از آن پرداخت است. طراحان اتحاد جماهیر شوروی سابق سال 1964 طراحی و ساخت این پرنده آبی را در ابعادی آغاز کردند که تا آن زمان سابقه و نمونه نداشته است. حدود 100 متر طول، 40 متر عرض با وزن 550 تن. برای مقایسه باید در نظر گرفت که یک ایرباس 318 با ظرفیت بار و مسافر کامل 68 تن وزن دارد. هیولای روسی دارای ده موتور توربینی عظیم بوده است. چهار موتور روی هر بال و دو موتور در انتها و دو طرف دوم هواپیما. موتورهای روی بالها برای شتاب دادن به حرکت این پرنده آهنی بر روی آب عمل می کردند و دو موتور انتهایی برای برخواستن آن. این آروپلان تا زمان ساخته شدن آنتونوف 225 در سال 1988 عظیمترین و سنگینترین هواپیمای جهان بود و تنها نمونه ساخته شده آن سال 1980 در, در دریای خزر سقوط کرد و غرق شد. ظاهرا علت سقوط آن خطای خلبان بود اما در هر حال هدایت چنین پرنده قول پیکری کار ساده ای نبوده است. گمان می رود همین سنگینی و دشواری هدایت آروپلان ده موتوره علت اصلی صرف نظر حکومت شوروی از تولید نسخه دوم آن است. از این گذشته، هیولای خزر در اصل برای دوران جنگ سرد و مقابله با ناوهای هواپیمابر آمریکایی طراحی شده بود که پس از فروپاشی شوروی نیازی به آن احساس نمی شد. به این ترتیب تنها نمونه هیولای آهنی شوروی سابق برای دهها در آبهای نزدیک بندر کوچکی در شمال دریای خزر در حال پوسیدن و زنگ زدن بود. کار بیرون کشیدن موجود غولاسای فراموش شده تابستان امسال آغاز شد. سرانجام هیولای خزر از آب سر برکشید تا حدود 100 کیلومتر دورتر در شهر دربند به نمایش گذاشته شود. قرار است در این شهر یک پارک موزه نظامی احداث شود که هیولای خزر جاذبه اصلی توریستی آن خواهد بود. مدل های کوچکتری از آروپلان های روسی از دوران جنگ سرد باقی ماندند که برخی از آنها در شهرهای مختلف از جمله در موزه نیروی دریایی مسکو قرار دارند. سپاسگزارم از توجهتون به کیوسک امشب. تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.